بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو و شهیر شهید سالس روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کلگری کانادا با ما هستند. با آقای شهید سالس شروع می‌کنم. مشخصه که آقای نتانیاهو برنامه منظم و مرتبی داره و می‌دونه اینجا در آمریکا چه در واشنگتن دی سی چه اینجا در پان بیچ به دنبال چه هست. اما دو حزب به نظرتون، به خصوص دموکرات‌ها که حرف‌های متناقضی هم از اونها در چند روز گذشته در مورد اسرائیل شنیدیم، به دنبال چه هستند در این سفر؟ ببینید، به نظر من حالا اگه تمرکز اون روی صحبت‌های خانم هریس باشه، خانم هریس انگیزه‌ای که داره به نظر من سه قسمتی هستش و با این انگیزه با آقای نتانیاهو برخورد می‌کنه. اول اینکه خب ایشون هم در جریان جنگ غزه بارها یه نمونه‌اش در مارچ همین سال گفته که باید این جنگ بلافاصله، یعنی کلمه ایمیدیتلی رو استفاده کردیم، باید بلافاصله این جنگ قطع بشه. این چیز جدیدی نیستش، یعنی خانم هریس مسئله جدیدی رو مطرح نکرده. فقط تنها چیز جدید این هستش که گفته من در برابر رنجی که فلسطینی ها میبرن ساکت نخواهم نشست. این حرف تا اونجا که حالا من یادم هستش و در جریان سیاست های امریکا بودم، من همچین چیزی از هیچ سیاستمداری تو امریکا با این شدت و با این وضعیت نشینم. هرچند که خب موقعیت غزه الان یه باز کنم، آقای شهید سالس فکر میکنید این برای او ترجمه به رأی خواهد شد در جایی مثلا مثل میشیگان؟ بسیار سوال خوبی هستش. ببینید، اتفاقی که توی انتخابات مقدماتی افتاد دقیقا در میشیگان، 100,000 نفر خودشون رو از رأی دهنده های دموکرات، 100,000 نفر خودشون رو غیر متعهد کردن نسبت به آقای بایدن. حالا شاید بگیم 100,000 نفر آیا تأثیری داره در انتخابات؟ یادمون باشه در سال 2016 آقای ترامپ با 11,000 رأی اختلاف میشیگان رو از خانم کلینتون برد. 11,000 و اینجا 100,000 نفر به اصطلاح غیر متعهد شدن خودشون در کلرادو، در مینسوتا. همین اتفاقات افتاد. دقیقا حرف شما درسته و یک نگاهی خانم هریس مسلما بعد از به خصوص اعتراضاتی که ایجاد شد و خب ما دیدیم که گستردگیش هم خیلی در امریکا زیاد بود، دانشگاه‌ها رو فرا گرفت و همینطور که شما اشاره کردیم در میشیگان ما دقیقا دیدیم که چه اتفاقی افتاد. و بله، حتما یک نگاهی هم خانم هریس به این مسئله داره که همه فکر می‌کنن برای آقای بایدن به خطر ایجاد کرده. آقای سفتی، علی‌رغم انتقاداتی که بعضی دموکرات‌ها محتاطانه از اسرائیل می‌کنند، ولی بالاخره بر کسی پوشیده نیست حمایت از اسرائیل در این کشور فراجناحی هست. اما به نظر میرسه، و اگر اشتباه می‌کنم منو اصلاح بکنید، که رویکردی که الان از جمهوری خواهان داریم می‌بینیم به طور خاص از آقای ترامپ روی همون طول موج اتفاقا هست که آقای نتانیاهو به دنبالشه. بله، کاملاً درسته و به خاطر همین این مسئله حمایت از اسرائیل به عنوان فراجناحی، من فکر میکنم در این 7-8 سال آخر از دوره قبلی آقای ترامپ این دیگه به اون طور قبلی نیست. ما فکر کنم باید دنبال یه تئوری جدید باشیم، چون اگر ما به رفتار و صحبت‌های خانم هریس نگاه میکنیم و گاهی وقتا میدونید الان اشخاصی هستن در اسرائیل، احزابی هستن در اسرائیل، مثل همین آقای بنگویر که گفتید یا کسای دیگه، صحبت‌ها از عمل براشون مهمتر شده، همینطور که در اسرائیل الان صحبت‌ها از عمل‌ها مهمتر شده. به خاطر همین این مسئله حمایت دیگه اونطور نیست. همین فیلم کوتاهی که مثلا شما گفتین از جلسه‌ای که آقای ترامپ داشته الان با نتانیاهو و خانومش و اونطور تعارف کرده و حمایت کرده و همینطور اسم جمهوری اسلامی رو آورده و آقای بایدن یک جور موضع متوازن‌تری مثلا در قدیم میگفتیم داشت، ولی این دیگه به قول معروف به درد آقای نتانیاهو نمیخوره در خونه خودش، در دولت خودش. و هر چقدر که خانم هریس هم به اون طرف بره، به طرف رأی اعراب، به طرف رأی چپتر به اصطلاح که ما میگیم، این در واقع شکاف رو بیشتر میکنه، این دو رو بیشتر در بغل هم فرو میبره، چون این دو نفر در واقع دارن الان از همدیگه سود میبرن. هر دو نفر آینده سیاسیشون به نوعی به طرف دوم ربط داره. الان آقای ترامپ دنبال اون رأی های یهودی ها هست، آقای نتانیاهو هم دنبال ادامه دادن این وضع هست که خودش هنوز تثبیت باشه، احزابی که باهاش هستن در ائتلاف کنار نکشن. پس اینجا الان یک بدبستانی هست
و اون موضع قدیم فراجناهی من فکر کنم کاملا کنار رفته. آقای شهید سالس، هنوز اینجا در ایالات متحده آمریکا حمایت از اسرائیل بسیار گسترده است، هم در بین جناح‌های سیاسی هم در بین بخش قابل توجهی از مردم، ولی خب شرایط آمریکا هم تا اندازه داره تغییر میکنه، بافت جمعیتی داره تغییر میکنه، رویکردها به خصوص بعد از جنگ غزه در مقابل اسرائیل در بین بسیاری به خصوص در طیف چپ و همینطور در بین مسلمانان و عرب تبارها داره تغییر میکنه. چطور به نظرتون سیاستمداران آمریکایی دارن مانور میدن در وسط این اختشاشات و ایده های مختلفی که در مورد رویکرد آمریکا در مقابل اسرائیل وجود داره؟ مرکزی مبارزه انتخاباتی هستش که بین آقای ترامپ و خانم هریس هست. توجه داشته باشین آقای ترامپ اصولا در مرکز سیاست خارجیش قطع جنگ هایی هستش که امریکا با اونا درگیر هست، یعنی این دکترین مرکزی سیاست خارجی آقای ترامپ هست. یادمون نره سه روز پیش در مصاحبه با فاکس نیوز آقای ترامپ گفت باید این جنگ متوقف بشه و ایشون، من حالا نقد مظلوم میکنم، گفت ما یهودیایی میبینیم که یارمورکا به سرشون هستش، این رو عرقچینای کوچیک که یهودی‌ها میذارن به سرشون هست و علیه جنگ هستن و علیه خشونت و غزه هستن. همچین چیزی هرگز در تاریخ اتفاق نیفتاده. این عین صحبت آقای ترامپ. آقای ترامپ به هیچ وجه موافق ادامه جنگ نیست. این که میگه چه مانور میدن، به نظر من او هم به همین سمت خواهد رفتش که جنگ رو خاتمه بده. ما یادمون باشه آقای ترامپ در 50 سالی که اومد سر کار تنها رئیس جمهوری بود که هیچ جنگی رو آغاز نکرد در امریکا و این خیلی مهمه. حتی آقای بایدن اگر نگاه کنیم به هر صورت با یمن درگیر شده، یعنی ترامپ خیلی خیلی به این تئوری و به این نظریه که امریکا باید جنگ های بی‌پایان رو قطع بکنه و هیچ جا درگیری نداشته باشه، به نظر من در مورد اوکراین هم همین موضع رو خواهد گرفتش، در مورد اسرائیل هم همین به اصطلاح رویه رو ادامه خواهد داد. هرچند که همون جور که شما اشاره کردیم وقتی نوبت به جمهوری اسلامی برسه نه، تمام این گروه ها با هم دیگه هم به اصطلاح یک صدا میشن و علیه جمهوری اسلامی و به نفع اسرائیل موضع میگیرن. ولی موضوع غزه و الان فشاری که در غزه صورت گرفته به نظر من یک مسئله کاملا متفاوتی از حتی تو تاریخ خود فلسطین. آقای سبتی، میدونم که بالاخره بخشی از این سفر آقای نتانیاهو مصرف داخلی داشته و میدونیم که آقای نتانیاهو در خانه هم چالش‌های کمی نداره. چقدر فکر میکنید حالا که از آمریکا برمیگرده به اسرائیل پاش رو در جای محکمتری گذاشته از منظر سیاسی؟ از نظر داخلی این شکافی که هنوز در اسرائیل هست هنوز ادامه داره، همون 50-50 که در جامعه اسرائیل هست هنوز ادامه داره. این سفر آقای نتانیاهو به خارج در واقع هم از نظر خارجی اومدن و شرط بستن بر روی آقای ترامپ هست و یک جور دست کشیدن از حزب دموکرات، از خانم هریس و خب آقای بایدن که به هر حال کنار رفته و تمام اون به قول معروف شرطش رو روی آقای ترامپ گذاشته و این هم باز مصرف داخلی داره برای اینکه اون احزابی که باهاش هستن اونها رو هنوز کنار خودش نگه داره و هم از نظر بودجه هم از نظر امید به اینکه قولهایی که به اونها داده از نظر ساختن مثلا قسمت‌های در شهرک‌هایی که در قسمت‌های قابل اختلاف هست مثلا اونها ادامه بدن، بودجه‌ها به سمت اونها سرازیر بشه و مردمی که با این مسائل مخالف هستن اونها هنوز دخالتی در سیاست نتونن داشته باشن، انتخابات زود نیاد برای اونها، همه اینها حتی حمایت از آقای ترامپ بازم مصرف داخلی داره و هر روز این مسئله داره شکاف رو اتفاقا بیشتر میکنه و در هفته های آینده من نمیدونم اگر تغییراتی بشه، ولی ممکنه در 2 ماه دیگه 3 ماه دیگه وقتی کنست برگرده اون وقت ممکنه تغییراتی ایجاد بشه. ممنونم از هر دوی شما، بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو و شهیر شهید سالس روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از کلگری کانادا.